به جامانده از شادروان رضا فاضلی. مرد فقیری هر شب واسه یه شام خرما میخورد. یه روز وقتی میخواست خرما بخره، دید یه نفر اون کنار نشسته و شمع میفروشه. با خودش گفت خوب امشب تو روشنایی شام بخورم. خلاصه شمع و خرما و نون خرید و رفت خونه. وقت شام زیر نور شمع اولین خرما رو باز کرد، دید کرم داره. دومیش هم همینطور بود و سومی و چهارمی. وقتی دید همه خرماها رو کرم زده، تصمیم گرفت شمع رو خاموش کنه و راحت شامش رو بخوره. از اون شب دیگه واسه همیشه تو تاریکی غذا خورد. حالا با بعضی از آدما اصولا نباید بحث کرد. اینا از همه چیز خبر دارن. میدونن خرمایی که دارن میخورن کرم زده، ولی ترجیح میدن که شمع رو خاموش کنن و تو تاریکی بمونن. یه روز پیرمرد محترمی نصیحتم میکرد و میگفت اگر میخوای در کارت موفق باشی و مردم به حرفت گوش کنن، به اعتقادات آنها کاری نداشته باش. به او گفتم پدر جان، با اینکه خیلی برای من عزیزی، ولی با این یک حرفت اگر تنها ترین تنها باشم گوش نمی کنم. میدونی چرا؟ با اشتیاق زیاد گفت چرا؟ گفتم آیا در 1400 سال پیش ما به اعراب حمله کردیم یا اینها به ما؟ گفتم آیا آنها با خون پدران ما آسیاب به راه نینداختن و گندم آرد نکردن و با آن نان نپختن؟ آیا ما چنین کاری با آنها کردیم یا آنها با ما؟ گفتم آیا آنها با ما به صورت پست‌ترین آدم‌ها در مدت 200 سال رفتار نکردند؟ در کتاب دو قرن سکوت. و هر کس شرف داشته باشه اون وقت می‌بینه با اسلام خیلی فاصله داره. گفتم آیا آنها در همین مدت ما را از صحبت به زبان خودمان باز نداشتن؟ نهایت سعیشون رو کردن. آیا آنها در مدت تسلط وحشیانه خود به زنان ما تجاوز نکردن و فرزندان حاصل از این تجاوز را سید نام ننهادن؟ گفت استغفر الله. گفتم مگر غیر از این بوده که در 1400 سال پیش تعداد افراد باسواد در میان تازیان کمتر از انگشتان دست بوده است، یا نهایت دست و پا، یعنی به 20 نفر هم نمی رسید. میگن 17 نفر خوندن و نوشتن فقط بلد بودن. گفتم مگر در همان زمان تعداد کتاب‌های موجود در نیشابور به تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های بزرگ امروز برابری نمی‌کرده؟ گفتم آیا تمام این کتابخانه‌ها را ما نابود کردیم یا تازیان؟ گفتم آیا غیر از اینه که اگر آن کتابخانه ها نابود نمی شد، چه بسا گره هایی از مجهولات علمی گشوده می شد و چه بسا ما قبل از اروپاییان به اون اساس رسیده و پیشگام علمی و صنعتی می شدیم؟ گفتم مگر غیر از اینه که در زمان صفویه که اروپاییان نهضت علمی را آغاز کرده بودند، شیادان تهی‌مغز همچون مجلسی
با دستاویز قرار دادن اسلام عزیز ما را به قبل از تاریخ بردند و به ما که نخستین شاهنشاهان که یکمین اعلامیه حقوق جهانی بشر را صادر کرد و اجرا نمود آموزش داد که چگونه با کنیز و یا زن صیغه‌ای یعنی فحشای اسلامی یا عقدی خود مجامعت کنیم یا همخوابگی کنیم. گفتم مگر غیر از این است که 17 شهر قفقاز را به خاطر حکم جهاد چند آخوند تهی مغز از دست ندادیم؟ مگر غیر از این است که بیش از 30 سال پیش با این فتنه کشور اهورایی مرا به جایی بردن که به قول معروف عرب نی انداخت و مگر تمام جنایت های این 30 به اضافه چند سال تحت لوای اسلام عزیز صورت نگرفته؟ چرا نباید با این دین کاری نداشته باشم؟ دیگه باید چه اتفاقی می افتاد که نتونم با این دین کاری داشته باشم؟ به نظر شما 1400 سال تباهی کافی نیست؟ آیا دیگه وقت آن نیست که این مهمان ناخوانده را به همان صحرایی که ازش آمده بازگرداند؟ داشتم به این سخنان و آوردن دلایل ادامه می دادم که پیرمرد گفت بس از جانم، دیگر نگو و هر کاری که دوست داری بکن و هر چی می خوای بگو. مذهب و سران حزب تشیع نمی توانند در مقابل عصیان‌های فکری و احساسات ناسیونالیستی آبروی خود را حفظ کنند و این دیوار شکسته فرو می ریزد. کانچه کند یک تن تنهای شاه، کانچه کند یک تن تنهای شاه نیست میسر که کند صد سپاه. به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و سربلندی گذشته خودمان ایرانیان. پاینده، ایران و ایرانی.